من بسیاری بر زبان هم میآورند خدای متعال میفرماید و اعد لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله آمادگی شما دشمن را بیمناک میکند نه بیمناک از تجاوز شما که شما اهل تجاوز نیستید بیمناک از ایستادگی شما بیمناک از فکر حمله به شما در دنیایی که هنوز متاسفانه تکیه به قدرت سرنیزه و اسلحه میتواند تعیین کننده باشد در ارتباط میان ملت ها و کشورها در دنیایی که قلدرانی با داشتن مشتهای پولادین بخواهند سرنوشت ملتها را در دست بگیرند در دنیای مادی اون ملتی از آسیب محفوظ میماند که ثابت کند آماده دفاع است نیروهای مسلح ما ارتش جمهوری اسلامی عزیز ما این رو ثابت کردند این عزت است این برای یک کشور عزت آفرین است این را باید حفظ کنید همه سرمایه های مادی و معنوی خودتون رو باید حفظ کنید دیانتتون را ایمانتان را انگیزتان را تقوا و پاک دامنی و پارساییتون را و عزم راسختان برای دفاع را در طول مدت خدمت و در همه عمر ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمی کنیم این را ثابت کرده ایم ملت ایران این را به اثبات رسنده است اما ما ملتی هستیم که هر گونه تجاوز را بلکه هر گونه تهدید را با استواری با قدرت کامل پاسخ خواهیم داد ما ملتی نیستیم که بنشینیم تماشا کنیم قدرت های پوشالی مادی که از درون کرم خورده و موریان خورده اند ملت استوار و پولادین ایران را تهدید کنند ما در مقابل تهدید تهدید می کنیم. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند باید خود را آماده دریافت سیلی های محکم و مشت های پولادین کند از سوی ملت مقتدر ایران از سوی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مردمی و پشت سر همه ملت بزرگ ایران و بدانند هم آمریکا بداند هم دست نشاندگانش بدانند هم سگ نگهبانش رژیم صهیونیستی در این منطقه بداند پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی هر گونه تجاوزی بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید و متلاشی خواهد کرد خود را برای تداوم این عزت ملی و اقتدار بین المللی آماده نگه دارید همه باید آماده باشیم همه باید برای حفظ ارزش‌های والای مندگار در طول تاریخ خود را آماده نگه دارند در عرصه علم در عرصه کار در عرصه صنعت در عرصه مدیریت و سیاست و در نوک پیکان برای دفاع ملی نیروهای مسلح عرصه رزم نظامی ما مطمئنیم که ساخت مستحکم نظام جمهوری اسلامی و اتحاد ملی و نزدیکی دلها میان آهاد ملت بزرگترین بازدارنده است همه موظفند این ساخت استوار و مستحکم را حفظ کنند و استحکام بیشتری به اون ببخشند از خداوند متعال برای یکایک شما جوانان عزیزم فرزندان عزیزم و برای اساتید شما برای فرماندهان شما برای همه کسانی که در پدید آمدن این پدیده زیبا و پرشکوه دخیل بوده اند از خداوند متعال توفیق حسن عاقبت و عزت و سربلندی مسئلت می کنم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته